الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد برادر الله مشير المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنك وديو دومي درس هشتمي حقوق ميراث که درسی مسترهای هشتمی حقوق تدریس میگردد خدمت شما پیشکش میشود. در درس گذشته باید داشته باشید یک مسئله حمل را حل نمیدم. از دیگه کم ترک این مسئله کلان و طولانی است، شاید بعضی ها یاد نگرفته باشند. باز هم همون مسئله را یک مرتبه تکرار می نمایم، بعد از آن به درس جدید داخل می شم. گفتم که در درس هم گفتم بهتری است وقتی که متوفا وفاتی می یابه و در شکم زن حمل وجود داشته باشه، بهتر هم است که ورثه انتظار بکشن تا ای که حمل ولادت پیدا کنه. وقتی که حمل ولادت پیدا کنه مشکل رفع میشه، ما شما به این جنجال هیچ به اصطلاح بر نمیخوریم، واقع نمیشویم. لیکن اگر فرض کنید که ورثه بی صبری کنن، انتظار نکشن ولادت حمله، با درست صورت گفتیم به این شکل مسئله از اینا حل میشه. چطور حل میشه؟ مثلا ما فکر میکنیم ضرور نیست که مسئله بوده باشه برادر آدم شیرای محترم، میخوای یک به شکل یک نمونه است. تو میتونی خودت یک مسئله دیگر را فرض کو به شکل این زمین با می قیاس کو به رویت زمین حل کو یک مسئله دیگر. مثلا ما اینجا بودیم مادر است، اینجا بودیم پدر است، اینجا بودیم خانم است، اینجا بودیم دختر است، اینجا بودیم حمل است. تو فکر کو که هیچ پدر و مادر نیست، خانم است دختر است یک حمل است. تو فکر کو که مثلا خانم است پسر است حمل است. تو فکر کو هم به چه خاطر میگیم؟ به خاطری که به خاطری که موضوع اینجا خانم هم داشته باشه. اگر تو فکر کنی که خب یعنی تو فکر کنی میتونی کنی که بگو مادر است، فامیده شد پدر است و یک برادر است. یک چی است؟ یک برادر است، فامیده شد مادر پدر یک برادر، فامیده شد یک برادر است. این حالی فکر کنی که ایش دیگه خانم و چینی خلاکن، این همی مادر که هست، این همی مادر که هست به اصطلاح حمل داره، به شکمش حمل داره. این حالی خود اینجا خود یک برادر است، یک برادر است. این حالی منوشی که این برادر هم برادر چی هست؟ به اصطلاح برادر چی هست؟ برادر سکه هست. برادر چی هست؟ برادر سکه هست. این حالی به اصطلاح اگر این حالی وجودی همی حمل یک برادر باشه، خوی مادر دیواسش بلندتر است. اگر یعنی برادر مادری هم که میشه یک پیدا شد، یعنی فکر کن برادر یا خواهر مادری هست، این همون خود تاثیر میگذاره سر میراث مادر. یا یعنی هیچ فکر کن که پدر نیست، از مثلا مادر است و اگر پدر کلان است و به اصطلاح و خانم است و شکل مادر چه است؟ حمل است. اینا همه اگرش هست، هر مسئله رو تو میتونی که به اصطلاح تصور کنی. خلاصه که میایم در این مسئله، یعنی فکر کنی که یعنی تو یک مسئله است، تو یک مسئله داریم که کسی مرده و وفات یافته و از اون مونده مادر پدر خانم دختر و یک حمل در شکم خانم. گفتیم که اینا ما چند صورت فرض میکنیم، حتی ما میتونیم که صورت مرگ زیرم در اینجا فرض کنیم، مشکل نیست که اینا با سه صورت زیر حل کنیم میتونیم. فعلا میره گفتیم با دو صورت، یک صورتی که فرض میکنید که حمل چیست؟ مذکر است. پس خیلی یک بچه شد، یک دختر شد، این بچه و دختر عصبا میشن، خانم یکی بر 8 میگیره، پدر یکی بر 6 میگیره، مادر یکی بر 6، فهمیده شد؟ مسئله از این ها چند جور میشه؟ از 24، از 24 4 مادر میگیره، 4 پدر میگیره، 3 خانم میگیره، 13 میمونه برای دختر و این حمله که رفتیم ما فرض کردیم که پسر است برازی میمونه. 13 بالای 3 تقسیم نمیشه که بایدی دو سم بگیره یک سم، اینا 13 بالای 3 تقسیم نمیشه، 3 را ضرب 24 میکنیم چند میشه؟ 72.
هفته دو که شد حالا سام هر کدام از ضرب سه میکنیم. 4 3 12 4 3 12 4 3 12 4 3 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
همه برای پسر 13 60 کس از دختر 26 60 پسر اعمال ای با اصطلاح تصحیح مسئله شد به اعتبار چی؟ به اعتبار بچه بودن اینجا اول ایرا تقسیم کردیم خوی به تصحیح ضرورت پیدا کرد تصحیح هم کردیم خلاش مرتبه دوم ایرا حالا به حالش بگذار ایرا بلکل به حالش بگذار ایرا مرتبه دومی تو فکر میکنی پی همون دختر است وقتی که دختر باشی هم دختر است هم دختر پس خیلی خود دو دختر میشن این دو دختر پس اینا دوی بر سه مالا میگیرن چه قدر میگیرن؟ دوی بر سه دوی بر سه مالا که میگیرن فهمیده شد؟ دوی بر سه را که میگیرن حالا در این مرتبه باز از دمستان مادر هم یکی بر شش است از پدر یکی بر شش است فهمیده شد؟ پدر در اینجا خود متباقر و صحبت هم میگیره خود اگر بانه خانم هم یکی بر هشت است خانمی دختر ها که هستن اینا دوی بر سه را میگن باز مثلا 24 میشه 4 4 3 8 از این دختر میشه 8 از این چرا؟ 24 بگو تقسیم 3 میکنیم چند میشه 8 2 8 16 یک 8 یکش میگن یک 8 یکش چرا اینا دوی بر سه را میگن 3 8 24 میشه خلاص شد مسئله با تقدیر چی؟ با تقدیر انوست با تقدیر انوست مسئله خودش صحیح است دیگه ضرورت به تصحیح نداره ضرورت به چی نداره به تصحیح نداره خب ممتنه این قدر گپ است که در اینجا مسئله اول پیدا میکنه اول اون مسئله تصحیح شد این مسئله اول پیدا میکنه چطور اول پیدا میکنه؟ 8 و 8 16 16 و 3 19 19 و 4 23 23 و 4 27 یعنی مسئله از 24 به 27 میرسه مسئله چند؟ از 24 به چند میرسه؟ به 27 حالا که مسئله که با 27 رسید اینال این میبینیم که بین 27 و بین 72 چه مناسبت است؟ آیا با یک دیگر تباین دارن یا توافق؟ گفتم اینا دو توافق دارن چطور توافق دارن؟ این 27 هم بالای 9 تقسیم میشه فهمیده شد؟ این 72 هم بالای 9 تقسیم میشه فهمیده شد؟ این که وقتی که بالای 9 تقسیم شوه توس 27 سی هست امیر وفقش میگم فهمیده شد؟ این را چیز؟ وقتی که بالای 9 تقسیم شد چند بشه؟ سه سه وفق از این را میگریم وفق 27 را میگریم بالای 72 اینجا نوشته میکنیم بالایش میتونیم بگیم بالایش میگه بغلش میگه اینجا نوشته میکنیم پس 72 را ضرب 3 میزنیم چند شد؟ 216 شد فهمیده شد؟ وفق 72 را میگیریم اینجا نوشته میکنیم پشت سر 27 چرا؟ یه هشتنجا آوردیم سیه هم اینجا خاطر که سیر خیلی دفع کرده ازی زرم هم نزنیم بدیم هم طور شد دیگه به خاطر که این سهام این سهام هر کدام اونها ضرب سه میشه چرا هشتنجا آوردیم؟ به خاطر که این سهام هر کدام از اینها ضرب هشت میشه پس خیلی حالا میگم در اول در ایسه هم ایسه هم هر کدامش که ضرب سه کردیم دوازده ضرب سه کردیم سی و شش اینجا خانه جدا دوازده ضرب سه سی و شش نو ضرب سه بیست و هفت سیزده ضرب سه سی و نو بیست و شش ضرب سه هفتاد و هشت واضح شد؟ ایسه هم ضرب دینا کردیم اینجا ایسه هم ضرب همی هشت میکنیم اینجا برشان بیتیم آمده شد این سه هم از آی بهشت میکنیم اینجا را پالوش اینجا میدیم من جر کدامش نوشتم که دمین نصیب با تقدیر و نوست نصیب با تقدیر ذکورت سه هم با تقدیر و نوست هم تصحیح با تقدیر ذکورت هم سه هم با تقدیر ذکورت هم وارسان اینجا میتونه نوشته وقتی که سه هم ضرب بهشت کردیم اینجا برشان دادیم
Hala netice benim hoşuma inanı düz. İnanı düz. Anladın şu? Yani eğer hamil müzakkar başı siha narkulamışız. Eğer hamil muannas başı siha narkulamışız. Yani ama çim yakınayım? Beyni iddü sahan azar kudamezi. Mesela çim yakınayım? Mukayese mi yakınayım ki kudamış, ki beşteret kudamış kamtar. Sahne kamtara mı edeyim? İnce burayı mağdar bir sürdüğüne mi edeyim? İnce burayı padar sürdüğüne mi edeyim? İnce برای خانوم 24 رو میدیم. اینجه برای دختر این 39 کم تر است 39 رو میدیم. خواهم اینجه چی میکنیم؟ اینجه در خانه جدای رو گرفتیم. متباقی رو چی میکنیم؟ برای هم 89 رو ایره ایتیاتن برای هم چی میکنیم؟ نگاه میکنیم. نگاه میکنیم برای هم. ایره که برای هم که نگاه کنیم تا چه وقت نگاه میشه؟ تا وقتی که هم ولادت پیدا کنه ایرام زامن نگاه میکنه پیش خود تا که حمل ولادت بید بعد ازی که حمل ولادت پیدا کرد اگر مذکر پیدا شود ما چی میکنیم؟ معنیش که ما خواسته اونو رو برای ازی نگاه کنیم ما برای ازی 78 میدیم برای دختر چی قدر دادیم؟ 39 اما 39 شم میدیم از دختری زیاد نمیشه برای خانم چند دادیم؟ 24 سهم خانم سه سهم زیاد میکنیم 27 میسازیم برای پدر چند داده بودیم 32 36 میسازیم برای مادر چند داده بودیم 32 36 میسازیم این اگر مذکر پیدا شد پس به این شکل چی میکنیم با اصطلاح متباقی سهام دیگه ها برایشون مسترد میشه اگر مؤنث پیدا شوه ما چی میکنیم ما 89 دادیم باز 64 رو برازی میدیم 64 رو برازی میدیم یعنی متباقی های سهم دختر با چه خواهر میرسانیم؟ با 64 میرسانیم کم شده داده چه حقش هست باید بیرد سهم خانم ها با ما خواهم 24 داده بودیم اما 24 سهیست سهم پدر 32 داده بودیم اما 32 سهیست سهم مادر 32 داده بودیم همون 32 سهی هست اگر بالفرض امی همون مرده پیدا شده با چی میکنی؟ مرده که پیدا شده خلا؟ سهم دختر همین به 108 میرسونی چرا که نصف بالی میبره فهمیده شد 216 نصف چند است 108 است نصف مالی میبره سهم خانوم به 27 میرسونی سهم پدر 36 جمع 9 36 جمع 9 چند میشه 45 45 میشه نیست به 45 میرسونی سهم مادر به 36 اینا به این شکل چی میشه؟ به این شکل مسئله هم حل میشه امید است که یاد گرفته باشین و مشکلی در این بین دیگه نمانده باشه الله کنی که مشکلی نمانده باشه خب میایم در میراث مفقود بخش 47 مفقود تعریف مفقود ابتدا تعریف مفقود تعریف مفقود مفقود در لغت اسم مفعول و به معنای معدوم بوده است اسم مفعول معنی چیست؟ معدوم چیزی که نیست و در اصطلاح غایبی که خبرش منقطع و حالتش نامعلوم بوده از حیات و مرگش اطلاعی وجود ندارد یک شخص غایب است خبرش هم منقطع است خبرش منقطع به این معنی که ما پس غایبا داریم که ارتباط دارن فهمیده شد فهمیده میشه که در کجا در فلان شهر است چی کار وار میکنه حتی و بعضی وقت مثلا تماس های اینترنتی حالا صحبت های مستقیم مباشر است صحبت های ویدیویی است دیدم به شخصش او خب بکن او نه این غایبی که خبرش منقطعه هیچ معلوم نیست کسی بار آمده و رفته بود 6 7 سال میشه و 10 سال میشه و 5 سال میشه و 20 سال میشه و هیچ لادرک از گم است هیچ فهمیده نمیشه که این زنده است یا مرده حابوس که حالتش نامعلوم بوده از حیات و مرگش اطلاعی وجود نداره مفقود در معنی خود حکم زنده را داره یعنی این نفری که برای رفت و گم شده مال داره یا حالا در مال خود حکم زنده را مال وی تا ثبوت مرگش
یا هنگامی که فیصله مرگ صادر میشد حفاظت میگن فهمیده میشد یعنی تایی که ثابت بشه که این مرده یا تایی که قاضی حکم مرده را برش ندهه یعنی به اصطلاح ولی که تو فرد کنی که زنده باشه خب ما نمیفهمیم قاضی تو فیصله میکنه که دیگه حکم مرده را داره مالش تا وقت دیگه میشه لیکن در مال خش در مال خش متوفی خود حکم مرده را داشته از وی میراث نمیمیره در مال خش یعنی در مال قریب خش هم نزدیکش هم میگه در مال خش متوفی خود یعنی یک کسی رفتن مفقود است یک برادرش وفات پیدا میکنه یک برادر سرمایدارش وفات پیدا میکنه آلا ای از همین برادرش میراث میبره یا نمیبره او گفتیم در مال خود حکم زنده و در مال خیش نزدیک خود چی رو داره؟ حکم مرده رو داره که از وی میراث نمیبره مدت انتظار کشیدن برای مفقود مدت انتظار کشیدن برای مفقود در ارتباط با مدتی که انتظار مفقود برده شود برای زیاده این حکم مرده رو داره به این معنا نیست که بلکل این رو در نظر نگیریم یعنی به اصطلاح ای تو حکم مرده واریخ ولی او میراث خود نمیبره ولی تو نیست که او رو بلکل در نظر نگیری او رو وقتی در نظر گرفته نمیتونی که قاضی فیصله کنه قاضی حکم مرده رو که برش فیصله کرد بس خلاص او دیگه میراث نمیبره مدت انتظار کشیدن برای مفقود در ارتباط با مدتی که انتظار مفقود برده شد آرای زیاد وجود دارد از امام ابو حنیفه و صاحبین و مالکی ها رحمهم الله 60, 70, 80, 90, 100 سال 100 سال و دیگر روایات نقل شده است یعنی روایات مختلف آمده کسی 60 گفته کسی 70 گفته کسی 80 و کسی 90 ظاهر مذهب احناف و شافعی ها و یک روایت از امام احمد رحمهم الله این است که تحدید مدت به اجتهاد حاکم گذاشته می شود این موضوع خوب بکن تحدید مدت ظاهر مذهب احناف و شافعی ها و یک روایت از امام احمد رحمهم الله این است که تحدید مدت چی می شود؟ به اجتهاد حاکم گذاشته می شود چون که تحدید چی می داره؟ دلیلی نداره و این رای راجح هست دلیل نداره دیگه این رای چه هست؟ این رای راجح هست که وقتی که کدام دلیل خاص که در شریعت نامده باشه از کجا تعبیت کنیم؟ کیفیت حل مسئله مفقود هرگاه کسی از خویشاوندان مفقود وفات یابد و جز از وی وارث دیگری نداشته باشد در این حالت تا پیدا شدن مفقود یا حکم به مرگش تمام مال حفاظت کرده می شود آمده شد تا پیدا شدنش یا آجت یا حکم به مرگش تمام مال چی میشه؟ حفاظت کرده میشه و تنها مفقود است یک مفقود است که میراث میبره اگر وارث دیگری داشته باشد اگر مفقود چی داشته باشد؟ وارث دیگری داشته باشد اگر وارث دیگری داشته باشد مسئله ایشان را مانند مسئله حمل با دو تقدیه حیات مفقود و مرگش تسهم میکنیم یعنی حمل خود با دو تقدیر یکی تقدیر ذکورت و دیگه تقدیر چی بود؟ و دیگه تقدیر انوست حل کردیم حالا اگر دیگه مسئله چی هست؟ مسئله مفقوده که هست اگر وارث دیگری داشته باشد مسئله اشاره مانون مسئله حمل با دو تقدیر حیات مفقود و مرگش چی میکنیم؟ تسهم میکنیم سپس بین دو اصل مسئله با دو نظر توافق و تبایل ملاحظه نموده جامعه مسائل را پیدا می نمایه سپس بین دو اصل مسئله با دو نظر توافق و تبایل ملاحظه نموده جامعه مسائل را پیدا می نمایه بعد از آن طبق روش سابق نصیب هر یک را به تقدیر حیات و مرگ مفقود آشکار ساخته و کمترین نصیب وارثان را برایشان میدهیم و متباقی را برای مفقود تا معلوم شدن حالش و یا حکم به مرگش نگاه میکنیم چونان که در مسئله آینده ملاحظه میشود تا
ben onun masalı mafkut bir yapız. Xabara gelmemişse, şimdi ay bir günüm, eğer vakti şuna başa, halı masalı şuna bozulma, zihni tanışan meşabbat şuna, در ویدیوی بعدی میگو داریم. خیر با این قدر اکتفا میکنیم. انشاءالله که باز مسئله مفقوده انشاءالله در درس بعدی حل مسئله مفقوده در درس بعدی میگیریم. الله تعالی موفقتون بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.